بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر ایران اومده و روزای اول که مردم ایران رو اشرار گفته، اختشاشگر گفته، باید کشته بشن گفته، ولی چند روز بعد نظر خودش رو عوض کرده و گفته که بعضی ها بیگناه بودن. حتی ببینید در خبر گفته که موافقت رهبر ایران با شهید خواندن بعضی از کشته شدگان اعتراضات آبان. یعنی آقای رهبر به خاطر اینکه آقای شمخانی بهش یک پیشنهادی کرد که مدیریت کنیم این بحران رو، گفته همینایی که من گفته بودم اشرار، حالا بعضیاشون رو میگیم که شهید. و هدفش چی از این حرف؟ چرا یه روز ناگهان اشرار شدن به شهید؟ هدف راستای همون هدفی است که همیشه دولت ایران داشته و دنبال صداقت نبوده. اینکه ما میگیم ابلیس آدم رو، بی دلیل نمیگیم. ابلیس هم بعضی کارهایی که اینو میکنن شاید که به عقلش نرسه. اینها آدمای زیادی رو کشتن و حالا میخوان دیگه کمی کمش کنن. وقتی به طرف میگه بچت شهیده دیگه، ولی اعلام نکن که بچه من مرده، میگه هم نون و هم آخرت اونایی که به اصطلاح ساده تر هستن. این نیست که همه مثل پدر پویا بختیاری باشن تو قبول نکنن، دیگه هستن که قبول میکنن دیگه. ولی بچه ما رو کشته بذار ازشون پول بگیریم. لذا ولیکن آیا این به این من مثال من یک ماشین هم میدم دست بچه‌ام، بچه 10 ساله‌ام میره آدمو میکشه. من میگم آقا به کشنده پول میدم، به کی کشته شده به فامیلش پول میدم، دیگه میدم، معذرت میخوام و اونم راضی میشه مثلا. ولیکن حداقل کاری که باید بکنم دوباره به دست این بچه ماشین ندم. آیا خامنه ای باز اجازه نمیده که باز اجازه نمیده که بسیجش مردمو بکشه، سپاهش مردمو بکشه؟ نه، دوباره بیاد بیرون، دوباره شما رو میکشه، دوباره شما رو میگه شهید. پس راهکاری درست نمیکنه. آقا اینا که کشته شده به چه دلیل کشته شده؟ آدم مرده، آدم شهید میخونیش، آدم مرده. تو میگی شهیده ولی آدم مرده. حالا دوباره نمیری چیکار میکنی؟ خب چرا مردن؟ تظاهر میگه اعتراض کردن ولی گناهکار نبودن. آقا جان یه پارکی رو بذار مردم برن تظاهرات کنن، بگه آقا بیرون از پارک تظاهرات کردی دیگه میکشمت. نمیکنی این کارو، چون میدونی که همه ملت میریزن پارکو پر میکنن. و بازم اگه تظاهرات کنه بازم این ماشین میده دست بچه، میگه بزنید بکشید. پس صداقت در کار خودشون ندارن. پس چرا این کارو میکنه؟ گفتم یک دلیلش همینه، یک دلیلش همینه. و دلیل دیگه‌ش این است که سیاستی است که اینو از روز اول دارن. از روز اول که آقای خامنه‌ای چی اومد، بذارید اول قبل از اینو بگم، اینا اگه واقعا دلشون برای این کشته شده میسوخت، شما الان نگاه کنید آقای روحانی دیگه رئیس جمهور کشور، بابا در کشور 3000 نفر مردن، به قول تو اشتباهی هم مردن بعضی هاشون، بلکه نصفشون، به قول تو الان دیگه اینجوری میگی. این چه خنده ای که داری میخندی؟ اصلا پر از خنده است. از این معلوم میشه که نه دلشون برای ملت میسوزه، نه دلشون اصلا آخرتی رو نمیشناسن که برای آخرت خودشون هم دلشون بسوزه که من فردا باید خون جواب بدم. ببینید چه جوری میخنده. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید خودتون خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید خودتون خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده، برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید. آیا این رئیس جمهور کشوری است که 3000 نفر رو به قول خودشون اکثرا بیگناه کشتند و هنوز دو روز نگذشته اینطوری میخنده؟ نمیتونه خنده خودش رو نگه داره. آیا دلش میسوزه؟ آیا این درد اون مادر و پدر رو میدونه که بی جهت فرزندانشون به خاطر یک اعتراض قانونی، یک اعتراضی که حقشونه، اونم تو یه دفعه اومدی سه برابر کردی بنزین رو، یک دفعه سه برابر کردی، پول داره که اعتراض نکردن. مردم شمال شهر کشور تهران اعتراض کردن، پولشو داره میده، دوباره میکشه، پولشو داره دوباره میکشه، مشکلی ندارم. که عرضم به حضورتون که شما اینو دیدید که اینا چقدر درد ندارن برای ملت. حالا بریم صحبت اولمون. این داستان این که الان آقای خامنه‌ای خودش هم اصولگرا شده هم اصلاح‌گرا شده،
اصلاح طلب شده. هم میگه بکشید، هم میگه که نمیدونم شهید بگید. حالا یک نفر آدم خودش دو خط داره، این از اول بوده. گفتم خط، یاد آیه خمینی افتادم. یه وقتی اولا میگفت خط امامی، دانشجویان خط امام، باز میدید آقای خمینی از بنی صدر هم تعریف میکنه. دانشجوی خط امام بنی صدر میکوبیدن، آقای خمینی هم از بنی صدر تعریف میکرد. حق بازی دیگه. و بنی صدر هم گفته بود که من یعنی حساب هر چی رو کرده بودم، اما فکر نمیکردم مرجع تقلید دروغ بگه، چون که میگه خمینی میگفت من طرفدار تو هستم. و نبود دیگه. باز این رجوی هر بدی که داره یک حرف خوب زده، این مسعود رجوی اون وقتا گفته بود، گفت آقا این خط خودش روشن کنه دیگه، زنده است. میگه آقای خمینی زنده است، بگه خط من کدومه است، خط امامی است، اونایی که سفارت گرفتن، یا خط مثلا بنی صدری است. نمیگه. چرا؟ فایدهش در اینه، مبهمه. این داستان باز آقای رفسنجانی اومد این نقشه رو بازی کرد. آقای رفسنجانی شد آقای رفسنجانی. یعنی رفسنجانی میتونسته کسی بگه که این اصلاح طلبه، ولی خودش اصلاح طلب تا آخر جا زد، چون اینطور حکومت میخواست. و یادم میاد اون وقتا یک خارج از کشور در دفتر سازمان ملل چند تا باهایی باشون برخوردیم، باز این باهایی اونجا هم سیاسی، با اینکه سیاسی باید نباشن، نه سوال سیاسی میپرسیدن. یکیشون پرسید از من که چون دید من سنی هستم و به اصطلاح قیافم کمی فرق داره، ریش دارم، گفت ببینم این رفسنجانی به نظر شما بهتره از، یعنی راستی میخواد تغییرات بیاره؟ گفتم سگ زرد برادر شغاله. ولی که ملت که اینو نمیدونست. پدر مرحوم من که پیش من اومد، گفت من میرم سفارت برای بچه‌هات شناسنامه میگیرم، شناسنامه ایرانی باید داشته باشن. آقای خامنه‌ای خودش گفته، آقای رفسنجانی گفته ایرانی خارج از کشور که اگه از ما قهر کردن، ما که به اونا قهر نیستیم، بیان سفارت. گفتم پدر این امکان نداره، من دیگه از مذهبش اطلاع داشتم، همه چیز برمیگرده به مذهبشون. آقای کینه یه هزار وقتی آقای صدام حسین با ایران صلح کرد، تیاراش حتی هواپیماش داد به ایران، من گفتم این چقدر احمقه، این بابا حسین بعد از 1400 سال فراموش نکرده، کینه بی خود درست کرده، از حسین هم از اینا بری است، حسین از اینا بیزار است. گفتم تو دیروز با اینا جنگیدی، میخوای با اینا صلح کنی؟ دیدی که همه هواپیماش رو ایران ضبط کرد. یه چیزی ریشه‌ای است. پدر بیچاره من اینو متوجه نشد، رفت سفارتم، آخر به من گفتن اگه میای ایران، اینطوری پیغام دادن که اگه میای ایران ما برای بچه‌هات شناسنامه میدیم. من که بیام ایران دیگه به شما چه نیازی دارم؟ مقصد من این است که از اول کلک بودن. باز این بر من، ایران دیگه اون موقع تلویزیون اینا نبود، که تلویزیون های ماهواره نبود، و من زیاد از اخبار ایران خبر نداشتم. دورا دور میشنیدم اصلاح طلبی پیدا شد و آقای خامه خاتمه پیدا شد و مادرم اومد که خاتمه میگه زن خوب، مرد خوبی است و از این حرف است. باز خدا رحمتش کنه یه وقتی میگفت که همین خمینی ایران رو گول زد، خاتمه میگه دنیا رو گول زد. بعدها از نظرش برگشت. به هر حال یک بار در سفری به شهر هرات رفتم. حالا میگم وقتی است که ما از اخبار ایران خبر نداریم، رادیو هم زیاد گوش نمیدادم، تلویزیون هم که نبود مثل حالا که ماهواره باشه، اینترنت که نبود که نبود. باز اونجا مثال نون که میگرفتم، نون رو در روزنامه ایرانی میپیچیدن، از روی کنجکاوی خبرها رو میخوندم، یه چیزای عجب غریب دیدم، میدم خدای من اشتباه میخونم، اشتباه میشنوم، چه خبره؟ دیدم مثلا نوشته که آقای کروبی اصلاح طلب، آقای خوینی ها اصلاح طلب، خوینی ها. من گفتم بابا من چرا نمیفهمم چیه؟ باز نگو که اینا اصلاح طلبن. یعنی یک انسان که کمی حافظه تاریخی داشته باشه، کروبی نمیتونه بگه اصلاح طلب؟ رئیس بنیاد مستضعفان که مال مردم گرفته، کروبی. با سالی که خمینی میخواست برای اولین بار در تاریخ خونریزی کنه در وقت حج، شاید اولین بار غرامته بودن، دوم اینا غرامته مثل هم اینا بودن دیگه، دومین بار اینا بودن، و این میدونه که در وقت حج خونریزی دیگه وحشتناک گناه داره. دولت سعودی گفت آقا در وقت حج از این سوء استفاده نکن، دست بال ما بسته است که ما نمیتونیم به چی بگیم، تو میای تو خیابان ما تظاهرات میکنی، نکنیم. سال اینو چند سال تحمل کردیم، دیگه نمیکنیم. حالا خاندان سعودی بین خودشون دعواست و بالاخره این نظر غالب شده که باید دیگه تحمل نکنیم، امسال نمیذاریم، ولی بهشون اختیار میدیم. برای اختیار دادن سفیر خودشون نفرستاد، 6 تا رئیس جمهور فرستاد. آقای ضیاءالحق هم رفت پشت خمینی، نمازم خوند. خمینی گفت نه من اینجوری میکنم، من اونجوری میکنم.
و گفت امسال من بیشتر حج خراب میکنم. همینطور چیز هست که اینجوری نگو، گفت بیشتر تظاهرات کنید. اون گفته اصلا نکنید، این میگه بیشتر کنید. و باز برای این کار هیچ جنایتکاری بهتر از کروبی پیدا نکرد. رئیس الحجاج کروبی بود. خب این آدم چطوری اصلاح طلب میشه؟ اولین بار در تاریخ توی حج، وقت حج خون ریختن توی مکه، ذلیل هم شدن ولی خون ریختن. تمام دنیا محکوم میشه که خمینی گفت ما که کشته هم دادیم، میگم طلبکارم اونا هستن. طلبکار هستن، خون ریخته شده. تو ریختی خون رو، خون چقدر محترمه برای تو که بچه تو نبوده که. به هر حال این کروبی چجوری حالا اصلاح طلب شده؟ من تعجب میکنم. شیخ ملازاده داستانی رو تعریف میکنه که گویا خودش در مجلسی هست، نایف ابن عبدالعزیز شنیده. این ملازاده نایف ابن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان رو دوست داشت. من بهش گفتم، حتی وقتی که مرد چند بار تو تلویزیونش برنامه گذاشت، من خصوصی ازش پرسیدم که این چه توجه خاصی است که میدی برای این آدم. گفت والا من این آدم رو دوست دارم چون عقیدتاً این مثلا آدم عقیدتی سنی بوده، به گفته ملازاده. و این داستانی ازش تعریف میکنه که وقتی که جریان چی دیگه دفعه دیگه بالاخره خراب شد، جنگ شد و تظاهرات اونا کرد، ما جلوی تظاهراتش رو گرفتیم، میگه من به سربازان گفتم که آقا اگر لازم بود بتونه اجازه منم برید داخل اتاق کروبی رئیس بعثه، بالاخره این احترامی دارن دیگه. میگه گفتم حتی نگید به کسی برید، چون که میگه بعضی از خاندان آل سعود مخالف بودن که این سختی نکنید. میگه من بهشون اجازه دادم. میگه افسرای من اومدن، میدونی من چی گفتن؟ خب کروبی هیچ منتظر نبودن، نه خمینی منتظر بود، نه کروبی منتظر بود که تظاهرات امسال جلوشو بگیرن. میگه کروبی وارد اتاق شدن، شک کردن، دیدن که اون که منتظر نبود اینا داخل بشن، دیدن که سه تا زن دارن اینو مشتمال میدن، ماساژ میدن. سه تا زن سیخه‌ای بودن دیگه. همین کروبی زنا رو با خج دست خودش بوده، سه تا رو مفت برده یه اتاق کناری بهشون داده، ماساژش هم میدن. زن خودش که حتما نبوده، چون زنش که حسودی میکرد که سه تا زن دیگه باشن. خب این دیگه روایتی است که من از شیخ ملازاده شنیدم، اونم از دست اول داره میگه. خب این کروبی تعجب نداره؟ خب یکی مثلا اعصابش خراب میشه، ناراحت میشه، میره سیگار میکشه، مشروب میخوره دیگه. اینها که سیگار مشروب نمیخوردن دیگه، گفت من مشتبال بدید، اونم زنای سیقش بودن حتما دیگه. حالا تو داستان کروبی که تحت نظر دیگه اصلاح طلب نیست، آقا اینها کروبی شریک اینهاست در جرم، برای اینکه این اجازه دادن که این آقا انتخاب بشه. بالاخره انتخابش نکردن ولی اجازه هم دادن، خیلی حرفه، یعنی تایید ایناست، یعنی بغیر اجازه نمیدن که. باز که حالا اختلاف داخلشون اینه در زندان کردن، بازم در اصل با اینا مخالفتی نداره. مثل که آقای موسوی اومد گفت که نمیدونم دوران طلایی امام، همین که تظاهرات آبان که پایه‌ای ستون رژیم چی کرده، باز کروبی بیرون اومد. در این وقتی که دولت به شدت عصبانی است، کروبی چه حق داره که تحت نظر حرف بزنه؟ حزب اعتباد ملیشو دوباره فعال کرد، ها؟ چون که میگه شما نمیتونید بذارید ما بکنیم، مثال یا اجازه بهشون میدن. آقای موسوی آمد سایت کلمش گفت که نمیدونم 230 نفر مردن یا 236 نفر مردن، در حالی که عفو بین الملل میگه 100 تا 106 تا مردن. اون موقع تازه از اینم کمتر گفته بود، خود دولت 6 تا رو قبول داره. یه دفعه سایت کلمه میاد و تون میشه که آقا میدان جاله شد دوباره. من گفتم آقا این که میگه 236 مرده میخواد اعتماد مردم جلب کنه، حتما 2000 تا 3000 تا مردن. همش داستانه. اینکه امروز آقای خامنه‌ای خودش میگه که نمیدونم بگید شهید اصولگرام شده، اصلاح طلب هم شده، این اصلا از دل نیست. خنده های آقای روحانی به شما نشون داد که اینا از دلشون نمیسوزه. همش داستان از اول بوده. مثال دیگه براتون میزنم. آقای روحانی، آقای حسن کلی دیگه در این تظاهرات اخیر و تظاهرات 96 دندونش از بقیه گرگا تیزتر بود. بکشید، دوربین داریم، شما رو میگیریم، پدرتون رو در میاریم. تو که اصلاح طلب بودی، تو که حسن کلید بودی. دفعه اول که ملت ما، البته یک غلطی اشتباهی هم داره که اونم میگم، گول میخوره. آمدن دفعه اول بهش رأی دادن که بعد 4 سال دیدن هیچ کاری نکرد، خب سعی عمر داره میگذره. در 4 سال دوم گفتم ما چجوری مردم رو بیاریم پای صندوق رأی، ببین چه کلکی زدن، تا ببینید که همدستای اینا کیا هستن. آقای پسر منتظری، در مورد خود منتظری هم خواهم گفت که از خمینی بدتر بود.
قبول چیز خوبی داره چیز بدی داره، ولی در اساس با هم یکی هستن. پسر منتظر دیگه ظاهرا مخالفه، حق پدرش خورده، اما در اصول با این هاست. ناگهان پسر منتظری از لانه اومد بیرون، یک نوار داد بیرون از سال 67 که آقای رئیسی رفته پیش منتظری و منتظری گفته که آقا چرا میکشید؟ رئیسی گفته اجازه بدیم 400-500 تای دیگر هم بکشیم، باز نمیکشیم. این بیرون اومده در وقتی که انتخاباته. برای چی؟ برای چی؟ میخواد به رئیسی ضربه بزنه؟ نه جان من، میخواد مردم تشویق بشه بیاد انتخابات، بگه که نسبت به این مار اون مار بهتره، نسبت به این اجدها اون اجدها بهتره. به روحانی رأی دادن، چقدر رأی آورد؟ حالا خودش میگه 15 میلیون مثلا، ولی نصفش که دیگه مردم رأی دادن. مردم میگه آقا چرا رأی میدی؟ مگه همون روحانی نیست که اینطوریه؟ میگه آقا بدترش نیاد. اینجا مردم البته ملامت هستن و اون این است که بدتر یعنی چه؟ بگو میخوام راست به خودت خود راست بگو، بگو من به خاطر این رأی میدم که مهر شناسنامه بخوره، تو شناسنامه من مهر بخوره، خودتو گول نزن دیگه، یعنی خودت هم میدونی که فرقی ندارن دیگه، بسه دیگه، باید بدونی. به هر حال آقای روحانی رو مردم رأی دادن، آقای ظریف هم بادی به قبقب انداخت در سوئد، گفت که ببین ملت ما رأی میده، دولت ما رو، دستگاه ما رو قبول داره. و آقای منتظر، آقای منتظری، احمد منتظری هم رفت و لونش دوباره، نه کجدی بهش گفتن که آقا راز مملکت تو فاش کردی، نه هیچی، مخالف بود ولی مخالفتش به نفع حکومت شد در اونجا. چرا تو این کلیپ رو بیا قبلا بیرون ندادی؟ باز چی شد؟ باز چی شد؟ آقای رئیسی ضربه خورد، نشد رئیس قوه قضاییه، مقامش بالاتر از روحانی است در حکومت ایران، چون رئیس جمهور ایران خامنه ایه. اینا همه بازی ها ایناست، رئیس جمهور کشور همون است که رئیس است دیگه، معادل ترامپ خامنه ایه تو ایران. این پادوس آقای روحانی زیر دستشه و قدرتش از قدرت رئیس قوه قضاییه کمتره، قدرت آقای خامنه ای بیشتره ولی قدرت روحانی کمتره. همینی که ملت انتخاب نکرد شد رئیس روحانی. پس انتخاباتی نیست، همش گول زدن ملت و ملت حالا گول خورده. و امروز خلاصه حرف، حرفی که آقای خامنه ای میزنه که بعضی مردم بیگناه بودند، نمیدونم بدبخت بودن، اینا باید شهید اعلام بشن، باید دیه بدیم، باید مستمرن به اینا حقوق بدیم، این همه بازی هاییست که در طول این 40 سال و در طول این 1000 و اندی که اینها حکومت رو شیعه ها پیدا شدن، شیعه که از صفوی ها پیدا شدن، ولی قبل از اون هم تو تاریخ در دوره مغول اینها به ما ضربه های سختی زدن، در دوره آل بویه هم به ما ضربه زدن، پیدا شدن همین کلکشونه. و این دفعه این الان دیگه علنی دارن کلک میزنن. پس داستانش اینه، گرنه اگر واقعا اینا صادق باشن و نخوان این وقایع تکرار بشه، مردم بیگناه کشته بشن که دوباره با شهید اعلام نشن، خوبه یک جایی برای متظاهرات اختصاص بدن که آقا هر کی داره اعتراض داره بره توی مثلا کویر لوت نعره بزنه، ولی مردم به کویر لوت هم راضی هستن اگه شما بذارید، نمیذارید. الله حافظ و نگهدار همه شما.